سلام و درود دارم به همه هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا، خاصه در ایران، و خوشحالم که باز فرصتی هست که با شما باشم در برنامه امروز و فردای ایران و در تلویزیون ایران فردا. قصد من امروز صحبت در رابطه با برجام یا به نوعی فرجام برجام، آخر عاقبت برجام. وقتی که آماده می شدم برای این صحبت، بلافاصله برخورد کردم به از بین رفتن شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان، که اعلام شد به دلیل سکته مغزی از بین رفته. به هر حال شاهرخ زمانی از قبل هم اعلام کرده بود که تهدید شده و اعلام کرده بودش که به هر حال گذاشتنش در جایی که همه ایدز داشتن، گذاشتنش در جایی که چاقوکش ها و اراذل و اوباش بودن و بهش حمله می کردن، گذاشتنش در جایی که مامورین امنیتی در لباس زندانی می خواستن که وادارش بکنن به فرار و در همونجا با تیر بزننش. به هر حال قسمتش این بود که زیر خشونت‌ها، زیر سرکوب وحشت انگیز زندانبان‌ها دچار سکته مغزی شد. این مسئله تأسف‌آور واقعا که گریبان بسیاری از افرادی که خواستن ایستادگی بکنن، مقاومت بکنن بر سر یک سری مسائل حداقلی، این مشکلات براشون به وجود آمده. و برای احمد شهید هم نوشته بود آقای شاهرخ زمانی. مهم اینه که ما کجا وایسادیم. این که گفتم میخواستم در رابطه با برجام صحبت بکنم، علتش این بود که دیدم که بلافاصله بعد از قطعنامه 598 همین مسائل به وجود آمد. قتل هایی که در زندان ها سال 67 هزار انجام شد، مسائل بیشماری که در پیامد این قضیه بود. ولی چرا با برجام، چرا با امضای این قرارداد دارم من مقایسش میکنم؟ خیلی طبیعیه. ببینید، اون زمانی که این امضاها، اون جام زهر مشخص شد، یک سرانگشتی، یک نگاهی اگر فقط بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد واقعا تو این سالها تا به امروز رسیدیم. تو این سالها فقط به راحتی باید بگیم که دلار 10 برابر شد، زندانی ها تعدادشون 25 برابر شد، ساختن زندان ها به حدی رسیده که دیگه رئیس سازمان زندان ها اعتراف داره میکنه که ما نمیدونیم کجا باید زندان بسازیم. تازه اینا زندان های رسمی است، نه زندان های غیر رسمی که آماری درش وجود نداره. و اما برگردیم به همین دوره، به همین دو سال اخیر. در این دو سال اخیر چه اتفاقی افتاد؟ ببینیم که زمانی که به حال آقای روحانی سر کار آمدن که این قرارداد رو امضا بکنن، و امروز به امضای قرارداد ما رسیدیم، به برجام رسیدیم، به فرجام برجام باید نگاه بکنیم. نتیجه چه شد؟ در همین 6 ماه گذشته بیشتر از 2000 زندانی اعدامی، یعنی هر 8 ساعت یک نفر اعدام میشه. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش نگاه بکنیم که افزایش کارتون خواب ها، فرو رفتن به دنیا، دریایی از فقر و بدبختی و بیچارگی. اجازه بدید یه نکته رو فقط خدمتتون بگم، برگردم به مسئله فرجام برجام. آقای دکتر نیلی، مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهور که آدم برجسته ای هم هستن، اعلام کردن که در 10 میلیون بیکار توی ایران وجود داره. اعلام کردن که در 7 سال گذشته 1 شغل هم ایجاد نشده.
ولی من از آقای دکتر نیدی که احترام فوق العاده برشون قائل هستم سوال میکنم، 2 سال از این 7 سال در دولت آقای روحانی است، در همین 2 سال هم یک شغل به گفته خود شما ایجاد نشده. چه به کجا داریم میریم؟ باز به اینجا برسیم. البته من واقعا وقتی که خشونت ها رو تو جامعه میبینم، این ناامیدی، این تبعیض، این ناکامی ها، این خودکشی ها، همه اینها رو که میبینم فکر میکنم که اگر که مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهور و این حکومت قادر به انجام هیچ کاری نیست، حداقل مشاور اقتصادی به وزیر بازرگانی پیشنهاد بکنن تعدادی کارتونی زیادتر وارد ایران بشه و در کلان شهرها انجام بشه و گذاشته بشه. ببینید بدبختی که امروز تو جامعه هست آیا با امضای برجام برطرف میشه؟ این سوالو باید پاسخ بهش داد. به چه شکل باید بهش پاسخ داد؟ باید به این بهش پاسخ داد که شرایطی گذاشته شده در رابطه با این امضا و قبول کنگره و سنای امریکا که این شرایط باید به انجام برسه. هزینه های این شرایط چیه؟ این شرایط یکیش اینه که همین دیروزی که سازمان انرژی هسته‌ای نشست سالیانه شد انجام داده، اعلام شده که از در طول این مدت ماهیانه در هر ماه بیشتر از 800,000 یورو خرج راستی آزمایی به قول جمهوری اسلامی برای این که بدونن جمهوری اسلامی خلاف میکنه یا نمیکنه داشتن، که هزینه هاش پرداخت شده از طرف کشورهای زیرابت. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای اعلام کرده که برای از این به بعدش هم 10.5 میلیون یورو نیازمنده که باز بهش داده بشه برای اینکه بررسی بکنن ببینن جمهوری اسلامی راست میگی یا دروغ میگی. خب برای چی؟ اولیش بهش توجه داشته باشیم، توی کنگره و سنا در امریکا اعتراضات زیادی شد، اعتراضاتی که وقتی که این رقم پول به جمهوری اسلامی داده میشه باید در انتظار این باشیم که در حمایت تروریسم، آشوب به وجود آوردن در منطقه، مشکلات عجیب و غریب. ولی هیچ کس نیومد بگه که 80 میلیون نفر قربانی در داخل ایران هستند که نه تنها زیر خط فقر قرار دارن، نه تنها مسائل و مشکلات عدیده گریبانشون گرفته، نه تنها دارو و بیمارستان ندارن، که دارو که دیگه زیر تحریم نبوده، که دارو زیر تحریم نبوده ولی دارو وجود نداشته، در ازایش پورش و فراری و بی ام و همه اینها وارد می شده و هیچ کس صداش در نمی اومده. این مسائلی که من دارم خدمتتون میگم، میخوام برگردم به این که فرجام این برجام، آخر عاقبت این برجام به کجا خواهد رسید؟ سوال رو مطرح بکنیم. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اگر فرضمون بر این باشه که مجلس شورای اسلامی به دستور رهبر بپذیره یا نپذیره، مشکلات ایران، مردم ایران با این قرارداد حل میشه؟ باید به این مسئله پاسخ بدیم. آیا جمهوری اسلامی واقعا دست از حمایت آقای بشار الاسد در سوریه برمیداره که تا الان 250,000 کشته داده، 4-5 میلیون نفر آواره داده، اروپا با الان موزل آوارگی این پناهجوها، این دربدرها مواجهه؟ آیا اینها حل میشه؟ آیا به طور مشخص و سوال روشن، آیا جمهوری اسلامی از عراق دست برمیداره؟ آیا جمهوری اسلامی از یمن دست برمیداره؟ آیا جمهوری اسلامی از حمایت حزب الله دست برمیداره؟ آیا جمهوری اسلامی از حمایت حماس دست برمیداره؟ آیا این پولهایی که آزاد میشه نصیب مردم ایران میشه؟ اگر که ما به این سوالات نتونیم پاسخ بدیم، کجا قرار گرفتیم؟ آیا از این درآمدی که قراره به ایران وارد بشه چیزی هم نصیب مردم ایران خواهد شد؟ آیا به طور مشخص و روشن
باید بپذیریم که تحریم ها برداشته میشه همش؟ کدوم تحریم ها برداشته میشه و چه موقع این تحریم ها برداشته میشه؟ اینا سوالاتیه که اگر ما جواب ندیم باز همون جای قرار گرفتیم. آیا مجددن این تحریم ها بر نخواهد گشت؟ آیا با اینی که جمهوری اسلامی در منطقه و در داخل کشور به رویه سابق خودش ادامه میده ما نباید منتظر جنگ باشیم؟ اجازه بدید یه پرانتز اینجا باز بکنم. چه آدم عاقلی با جنگ موافقه؟ هیچ کس. هیچ کس با جنگ موافق نیست. ولی مسئله خاتمه پیدا نکرده. مسئله همینجاست که ما اگر که میخواییم به جنگ نرسیم تنها امضای قرار باید تغییر رویه و عادت بدیم. این تغییر رویه و عادت رو که مردم ایران نمیتونن بدن، این تغییر رویه و عادت رو جمهوری اسلامی باید بده. آیا میده؟ آیا از این لحظه به بعد که آقای اوباما موفق شدن با 42 رأی سناتورها مسئله وتو رو از بین ببرن و انجام بشه، این چه زمانی امضا خواهد شد؟ قطعیت پیدا خواهد کرد؟ آیا ما قادر به این هستیم که یک روزی بتونیم فکر بکنیم که به قول آقای دکتر نیلی یک دونه شغل در این دو سال آینده به وجود بیاد؟ اینا سوالاتیه که ما ناگزیریم بهش بپردازیم. آیا با توجه به این که آقای خامنه ای اعلام کردن در 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت و ساعت شمار از بین رفتن اسرائیل گذاشته شده در داخل کشور، آیا با وجود مرتب مرگ بر امریکا گفتن و تهدید امریکا و غرب رو کردن، آیا تحریم ها بر نخواهد گشت؟ اینها بازم دارم فقط بهش اشاره میکنم به طور خیلی خیلی مشخص و روشن ما کجا قرار گرفتیم. من وقتی که به این مسائل نگاه میکنم، به این مسائل فکر میکنم، همچنان دلم شور میزنه، به یاد استادان و پروفسورهایی میفتم که از حمایت از قرارداد حمایت میکنن و هر کسی که حرف مخالف بزنه یا مزدور یا اجنبی است یا طرفدار نتانیاهو یا هر کس دیگری مشابه اینها. کجا هستیم ما؟ دو سه روز گذشته وقتی که نگاه میکنیم به یک جزیره کوچکی که به وجود میاد به نام سنگاپور، وقتی که نگاه میکنیم در مدت فقط 30 سال درآمد سرانه سنگاپور 30 سال فقط عرض میکنم، از 1960 تا 1990 درآمد سرانه شون بوده $500. بعد از 30 سال با درایت دولتشون برای هر نفر رسیده به $75,000، از $500 به $75,000. حالا باز من سوالم مشخصه، سوالم روشنه، شماها دلتون شور نمیزنه، ولی چی کار باید کرد؟ من فکر میکنم که راه داره. راه مشخصش اینه که ما مجدداً هیجان زده نشیم، مجدداً تحت تأثیر عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج قرار نگیریم. جمهوری اسلامی کارنامه داره. جمهوری اسلامی تنها احمدی نژاد نیست، جمهوری اسلامی رفسنجانیست، خاتمیست، احمدی نژاد روحانیست و اگر ادامه پیدا بکنه بقیه. هیچ تفاوتی بین هیچ کدومشون نیست. اینی که شما به این کارنامه مشخص نگاه میکنید دقیقا همینه. این کارنامه این 30 و چند سال گذشته است، اونم کارنامه 30 سال سنگاپوره، $500 به $75,000. اینجا فقر و بدبختی و دنیای خشونت و بیعتمادی جامعه. راهش چیه؟ من فکر میکنم راهش مشخصه. یه خورده فکر کردن، یه خورده کمتر هیجان نشون دادن، یه خورده به آینده بچه هامون و فردای ایران نگاه کردن. سخت نیست، میشه این چی کاری رو کرد. سپاسگزارم و تا برنامه آینده. بسیار سپاسگزارم.
Boom, choom, choom.